سلام تماشابینان عزیز، این لحظه ها برنامه کشوری ورزشی من رو که بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان شما رو با دستاوردهای ورزشی شهر و ناحیه ها و مناطق گوناگون جمهوری شناس میکند ادامه میدهیم. امروز ما هیئت اجادی برنامه به یکی از ناحیه های کلانترین ولایت خطلان ناحیه کوشانیان آمدیم و در مورد سایه ورزشی این ناحیه بهر شما قصه میکنیم. متوجه باشید. ناحیه کوشانیان یکی از کلانترین ناحیه های ولایت خطلان محسوب شده در گذشته ناحیه اکتبر، کمونیستی و باختر نام داشت و از ماه ینوری سال 2018 سر کرده ناحیه نامی کوشانیان را گرفت. سال تأسیس یابی ناحیه به ماه ینوری سال 1944 راست آمده در وادی وخش جایگیر است و در قسمت شمال و شرقی با ناحیه وخش و شهری لیوکند و در قسمت جنوب و غربی با ناحیه های جلال الدین بلخی و شهری باختر هم مرز می باشد. اقلیم ناحیه سوبتروپیکی خشک و گرم بوده در بلندی 400 تا 1200 متر از سطح بحر مسکن گرفته مساحت ناحیه 556 کیلومتر مربع را تشکیل می دهد. ناحیه کوشانیان با داشتن 237,000 نفر اهالی از همه سر اهالی ترین ناحیه ولایت خطلان به شمار می رود که از این مقدار 75,018 نفرش را جوانان در بر می گیرد. ناحیه دارای تاریخی غنی بوده از مرکزی ولایت خطلان شهری باختر در مسافه 8 کیلومتر و از مرکزی پایتخت کشور شهری دوشنبه 110 کیلومتر دورتر جایگیر است. قلمرو ناحیه دارای امکانیت وسیع کشاورزی بوده، محصولاتی بر وقتی تر و تازه برای ساکنان ولایت اصلا از همین ناحیه تامین کرده می شود و ساحه مهم خواجگی داری ناحیه را پختکاری تشکیل می دهد. اهالی ناحیه کوشانیان به ساحه ورزش توجه زیاد ظاهر می کنند. در حدود ناحیه یک ورزشگاه، 69 میدانچه ورزشی، 37 تالار ورزشی، یک مکتب ورزشی، دو حوض شناوری عمل می کند که در آنها 32 مربی به 578 نفر ورزشگران که از این شماره 87 نفرشان بانوان می باشند رشته های گوناگونی ورزش را تلقین می کنند. اشتراک ورزشگران ناحیه در مسابقه های ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی نظر رس بوده در 6 ماه سال روان به گرفتن 91 مدال دست یافتند که از این مقدار 48 نشان طلا، 30 نشان نقره و 13 نشان برنجی به شمار می رود. در دوران صاحب استقلالی مملکت، ساحه ورزش در ناحیه کوشانیان رشد و نمو یافته شده است. از جمله قامت افروختن تالار و میدانچه های زمانوی ورزشی در ناحیه ساخته به استفاده داده شد که در آن جوانان ناحیه به مشق و تمرین فرا گرفته می شوند. میل و رغبت جوانان ناحیه نسبت به ورزش روز تا روز زیاد گردیده ایستاده است. از جمله اوید به بازی فوتبال، والیبال، گیمناستیک بدیهی، بدمینتون، گوشتین ملی و دیگر نمود بازی های گوناگون ورزشی. یکی از گوشه های زیبا منظر دیاری تاجیکان ناحیه کوشانیان به شمار می رود که در دوامی سالهای صاحب استقلالی کشوری محبوبمان با بنیاد و با استفاده دادن یک قطار انشاءات گوناگون که اکثر آنها در مرکز ناحیه شهرک اسماعیل سامانی بنیاد گردیده است، ناحیه سیمای خش را کلا تغییر داده و یکی از ناحیه های تماشاباب و سیاحی مبدل گردیده است. در ناحیه برای تربیت جوانان و به طرز حیاتی سالم جلب نمودن نسل جوان کارهای زیاده به سامان رسانیده می شود. این است که ساحه ورزش در ناحیه سال تا سال ترقی کرده، عمه وسیع جوانان و نورسان به آن مراقع بیشتر ظاهر می نمایند. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان، در حدود ناحیه کوشانیان ساختمان میدانچه های ورزشی و انشاءات گوناگون در سمت ورزش با مرام جریان دارد. این میدانچه معاصر ورزشی را روزی 3 اپریل سال 2021 با ابتکار فدراسیون فوتبال تاجیکستان بنیاد کردند که شماره زیادی جوانان را به فوتبال جلب نمود. میدانچه مذکور با خرج بیش از 800,000 سومانی در شفت ورزشگاه مرکزی ناحیه کوشانیان
بنیاد گردیده آن با سبزه سنی روی پوش شده است. همچنین میدانچه موسیر با چراغ‌های زمانوی روشن‌دهنده مجهز گردانیده شده است که این به نورسان و جوانان امکان می‌دهد شبانگاه نیز به بازی فوتبال مشغول شوند. با استفاده دادن چنین میدانچه‌های موسیری ورزشی در قلمرو ناحیه کوشانیان، جوانان و نورسان به ساحه ورزش بیشتر جلب گردیده، میان آنها در آینده چهره‌های نوی ورزشی کشف می‌شوند. تالاری ورزشی استقلال از کهن‌ترین تالارها در حدود ناحیه محسوب شده، نورسان و جوانان زیادی را در سمت گوشتین ملی و جدا بوی رسانیده است. امروزه صدها جوانان در بست‌های گوناگون در این تالاری بر هوا مشق ورزی کرده و مسابقه ها آماده می شوند. در یک کناری تالار 20 نفر نورسان و جوانان از روی نمودی گوشتین ملی تمرین کرده به این رشته ورزشی اجدادیمان احترامی خاصه قائلند. البته در برابر دیگر مقدسات نفوذآور ملی، ورزش یگانه واسطه است که با قوای بازو و احساس طبیعی انسانی دولت و ملت را در عرصه جهانی معرفی می کند. نمودی گوشتین ملی که با قطار ورزش‌های سنتی ما تاجیکان شامل می شود، ورزشکاران ناحیه کوشانیان همچون میراث‌داران اصیل زیاد تمرین و تلاش می ورزند تا در رشد و نموی گوشتین ملی ذره هم باشد سهم خیش را گذارند. ولی جان عبداللیف از زمره آن مربی‌های در ناحیه مخصوصا در جماعت دیهات مهنت‌آباد محسوب می شود که در تربیه نسل نوراز سهمی بی‌نظیر دارد. ضمن صحبت با ما مفصوب ذکر کرد که روز تا روز شماره ورزشکاران در تالار می افزاید و جلب نورسان بسیار هم به این رشته سنتی خوب شده است. در ناحیه کوشانیان نمود گوشتینگ ملی روز به روز افزایش یافته ایستاده است و جوانان نورسان روز تا روز بسیار شده است در تالار های ورزشی و ما کوشش میکنیم که نمود گوشتینگ ملی را باز هم افزایش دهیم. مدتی 10 سال که من مربی گوشتینگ ملی در ناحیه کوشانیان کار و فعالیت میکنم. در این مدتی 10 سال کاری من زیاده از 15-20 نفر شاگردان من و جایهای افتخاری نائل گشتند و در رشته گوشتینگ ملی به درک ورزشگران ناحیه کوشانیان زحمت کلان کرده ایستادند. با دستگیری رهبریت مؤسسه، با دستگیری رئیس ناحیه و درک رشد یافته ایستاده است و ما کوشش میکنیم که همه ورزشگران خودمون رو در سطح جمهور، در سطح بین المللی پرچم بردار کشورمون گردونیم. باعث خوشنودی است که امروز نسل نوراز با استفاده از فضای صلح و ثبات در مملکت به ساحه ورزش بیشتر مراو ظاهر میکنند. مسعود یکی از گوشتینگران نامداری تالار مذکور میباشد. نتیجه تمرین های پیوسته اش است که این غنچه باغ امید ورزش کشور الکای تا این مدت در چندین مسابقه های ولایتی و جمهوریوی شرکت ورزیده و گرفتن دستاوردهای نظررس نائل گردیده است. مورد به یادآوری است که تلاش و تکاپوهای همواره او به تدریج عملی گردیده ایستاده است که مثال آن را می توان در مسابقه جمهوریوی گوشتین ملی گوشتینگیری در شهر دوشنبه یادآور شد. او در این سبقه سال گذشته در وزنی مقرر گردیده شرکت نموده، با استفاده از ملکه و مهارت اندوختش و گرفتن نشانی نقره مسابقه شرف یاب گردید. در اوله ما بابایم گوشتینگیر بود که من بابایم میخواست من هم مثل او گوشتینگیر شوم. گوشتین ملی در حیات ما نقش کلان میبازد که این گوشتین از دور باباهایمان به ما میراث مانده. این گوشتین ملی تاجیکان ملی ما میباشد. طولی 5 سال است که در همین تالار ورزشی استقلال مشق تحت رهبری عبدالله ولی جان مشق ورزی میکنم. من در بسیار مسابقه ها جایهای نمایان را اشغال نمودم که سال گذشته در مسابقه جمهوریوی آید به گوشتین ملی گوشتینگیری سزاوار جای دیوم گشتم. ما میخواهیم مشق تمرین ها را زیاد کرده در مسابقه های در پرستاده سزاوار جای های نمایان گردیم. زیورشاه بای میرزیف حالا 11 سال دارد. محض مشق و تمرین های برادرش سیفیدین بود که شوق و هوسی رشته گوشتین را در قلبی او جا کرد. زیورشاه هر روز مشق ورزی میکند و از دیگران دیده بیشتر مشقت میکشد، زیرا او همراه برادرش باز در خانه از آن اصول هایی که مربی در رفت تمرین ها طریق نظریوی گفته میگذارد و طوری عملی اجرا میکند.
از خوردی به این نمودی ورزش شوق داشتم و از خانگی‌هایم خواهش کردم که همراهی برادرم مرا هم به این تالار ورزشی بیارند و ما با همراهی برادرم در این تالار ورزشی یک جای مشق تمرین میکنه و در خانه باز جداگانه مشق تمرین میکنم تا اینکه از نازکی های این نمودی ورزش با خبر باشه. ما در چند مسابقه های ولایتی و جمهوری اشتراک کرده سزاوار جای های نمایان گشتیم و من میخوام که در آینده به مانند ورزشگر بهترین تاجیک بروز خجازده شوم و ما تئوری جدی دیده ایستادیم که تا اینکه در آینده ناحیه کشانیان را در جمهوری معرفی کنه. در کنار چپی تالار نورسان و جوانان زیاده از روی رشته جدا زیر رهبری مربی تجربه دار دلشاد اکراموف از نازیکوهای جدا بهره ور گردیده تمرین میکنند. امروز در حدود ناحیه کوشانیان گوشتینی جدا یکی از معمول ترین نمودی ورزش محسوب شده و گوشتینی ملی تاجیکی شباهت دارد. همین است که در این تالار هم جوداکاران و هم گوشتینگیران مشق ورزی کرده از اصول های گوناگونی این رشته او که به هم مانندی دارند به هم دیگر تلقین میکنند. در ناحیه کوشانیان در همین تالار ورزشی استقلال یک چند بچه های بهترین هست زودوستان که مثل مشق تمرین میکنند. ما حرکت میکنیم که در ناحیه کوشانیان از نمود گوشتینگ جودو ورزشگران ما در یکی از مسابقه های درون ناحیه ولایتی جمهوری اشتراک کنند، بیرون از جمهوری هم اشتراک کنند. کوشش غیرت میکنیم که همین خیلی نورسان همین ناحیه کوشانیان همین زودوستان بهترین جاهای همین نمایان رو اشغال کنند. خادر سعدالله دوامی دو سال می شود که در این درگاه مشق ورزی می کند. وقتی که اولین مراتبه پدرش او را به تالار آورد، او از نازکی‌های گوشتینی جدا آگاه نبود. در این مدتی تمرین ها، تلاش های پیوسته، او علاقه از پهلوهای مختلف این رشته ورزشی المپی آگاه گردیده، دائما در پی آموزش و تمرین های همیشگی است تا که آرزوهایش جامعه عمل پوشند. این ورزش به من خیلی معقول می باشد و من می خواهم در آینده چمپیون تاجیکستان شوم و پرچم دولتم رو بلند بردارم. جودو این یک نوع ورزش است که به من خیلی معقول می باشد. این نوع ورزش به ما روح آداب و اخلاق را به ما نشان می دهد. چنانه که در بالا گفته گذاشتیم، در جماعت دهاتی مهنت آباد ناحیه کوشانیان گوشتینی جدا در اوج رشد و نمو است. ماهیت ایجادی برنامه از تالار ورزشی استقلال به این تالار آمدیم که تعداد زیادی نورسان سرگرمی تمرین بودند. در این تالار خردی ورزشی زیاده از 30 نفر جوداکار زیر رهبری مربی خورشید کمالوف مشق ورزی میکنند. اشتراک دستپروران این تالار در مسابقه های ناحیوی و ولایتی نظررس است و آنها تلاش دارند تا در مسابقه های جمهوریوی و بیرون از جمهوریوی ناحیه کوشانیان را معرفی نمایند. احمد نباتوف فرزند سابقه‌دار رشته ورزش عبدالله نباتوف میباشد. او همگی 5 سال دارد و هر روز به این تالار آمده نازکی‌های جودا را میآموزد تا آینده مثل پدرش گوشتینگیری نامور شود. جلب نورسان و جوانان و ساکنان به محابا به تالارهای آب و تابی بدن نظررس است. چون این تالار خردی موثر در روبروی باغ پرچم ملی ناحیه کوشانیان جایگیر است که همه‌روزه جوانان و ساکنان جهت سالمی خیش تمرین میکنند و از شرط و شرایط های تالار راضی میباشند. همه‌روزه ساکنان ناحیه کوشانیان و دیگر دوستداران نمودهای ورزشی وزنه‌برداری و آب و تابی بدن به اینجا آمده و تمرین های گوناگون اندرمان میشوند. افتتاح چنین تالارهای ورزشی باز هم امکان میدهد صف دوستداران نمودهای گوناگونی ورزش در ناحیه کوشانیان بیشتر گردد.
ما هیئت ایجادی برنامه جهتی آشنایی پیدا کردن با ورزشکاران تالاری مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 9 جماعت زرگری ناحیه کوشانیان از مرکز ناحیه 15 کیلومتر راه را عبور کرده و این تالار آمدیم که دختران و پسران از رشته بدمینتون تمرین میکنند. خود نمودی بدمینتون در ناحیه کوشانیان بسیار انکشاف یافته، از نمودی ورزش پیشرفته به شمار میرود که دست پروران این تالار بارها در مسابقه های بیرون از جمهوریوی به گرفتن دستاوردها شرف یاب گردیدند. مؤسسه مکتب ورزشی ناحیه نیز به این رشته ورزش تکیه کرده برای تمرین های آنها شرایط های خوب را مهیا میکند. همین است که حالا یک قطار از دست پروران این تالار در شهر خوجند جهت اشتراک در مسابقه ها آمادگی دیده ایستادند. خود بدمینتون یکی از بازی های قدیمی جهان به حساب رفته نمودی ورزشی المپی می باشد. در بدمینتون دو بازینگر یا دو دسته عبارت از دو نفر با هم رقابت می کنند که مربی علیشر عبدالرحیموف با دست پرورانش هر چند وقت جهت آشنایی پیدا کردن از نتیجه تمرین های آنها میانی ورزشکاران بازی براه می موند که اکثرا در این گونه بازی ها منیجه و مفتونه فعالناکی نشان می دهند. ورزشکار می باشم. طول 4 سال است که در نمودی بدمینتون مشق تمرین می نمویم. با طریق این مسابقه ما در یک قطار مسابقه های بین المللی از جمله روسیه، قزاقستان، ازبکستان سفر نموده سازوار جای های اول گشته ایم. حالا باشد در این فصل جوابی ما می خواهیم که مشق تمرین نموده در دیگر مسابقه های چمپیوناتی آسیا شرکت ورزیده سازوار جای های اول گردیم. والدین من از این خیلی خرسندند که دخترشان در چنین مسابقه ها شرکت می‌ورزند و آبروی چی والدینم و چی جمهوری خودمون رو بلند می‌بردارم. من به دیگر دختران ناحیه کوشانیان توصیه می‌دهم که به چنین نمودی ورزش آمده مشق و تمرین نمایند. متخصصان ساحه ورزش رشته بدمینتون را به گروه ورزش نیروطلب شامل کرده در آن هوشیاری و ذهنی خوب داشتنی ورزشکار را ذکر کردند. اگر یک برفت تمرین ها نظر افکنیم، رشته بدمینتون به نمودی تنیس بسیار شباهت دارد. مفتونه عبدالرحیموه از ورزشکاران موفق این تالار می باشد. او بارها در مسابقه های بیرون از کشور برآمد کرده و گرفتن زینه های افتخاری نائل گردیده است. مفتونه به ما جهت آمادگی به مسابقه آینده اش حرف زد. من طول 4 سال می شود که در این نمودی ورزش مشق تمرین میکنم و از همین نمودی ورزش من به مسابقه های چمپیوناتی و ولایتی در ناحیه کوشانیان اشتراک ورزیده از این نمودی ورزش جایهای نماریان را اشغال کردم. من از سن 10 سالگی به این نمودی ورزش مشق تمرین در این نمودی ورزش مشق تمرین میکنم و از این نمودی ورزش در دیگر شهر ناحیه های کشورمون اشتراک ورزیدم. از این نمودی ورزش ناحیه کوشانیان را معرفی نمودم و حالا در مسابقه های نوبتی میخواهم جای های نمایان را اشغال کنم. بعد دیگر دولت ها رفته جای های نمایان را اشغال کردم. مثلا در دولت روسیه من اشتراک کردم، در اونجا جای سیم را اشغال کردم. در دولت قزاقستان باشد من در اونجا جای دویم را اشغال کردم. من میخواهم که در این نمودی ورزش پرچم جمهوری خودمون رو بلند بردارم. مربی این ورزشکاران علیشر عبدالرحیموف زمین صحبت با ما قید کرد که ورزشکاران ناحیه کوشانیان در قلمرم ولایت خطلان از موفق ترین ها محسوب یافته، همه ساله در مسابقه ها به طور نظررس فعالناکی نشان میدهند. از همه بسیارتر ورزشکاران در ناحیه کوشانیان میباشند که از جمله ناحیه کوشانیان یعنی تامین مؤسسه مکتب مهارت عالی رو تامین میکند. مکتب ورزشی ناحیه کوشانیان رو در ناحیه کوشانیان به حد روش یافتگی از نمودی بدمینتون. نمودی بدمینتون یکی از نمودی المپی میباشد. ورزشکاران ناحیه کوشانیان یعنی 80% دسته منتخب رو تشکیل میکنند. قید کرده نمونیم که در پیش مسابقه های اسنگی هست با بازی های مکتب بچگانی اسنگی می باشد. یعنی در این ورزشکاران ناحیه کوشانیان و مکتب مهارت عالی شرکت می وزند. یعنی از 3 سپتامبر تا 11 سپتامبر در شهر کازان برگزار می گردد. بازی های مکتب بچگانه باشد در فدراسیون روسیه شهر اولیانوفسک برگزار میگردد. از این ورزشکاران ناحیه کوشانیان با تیاری خوب یعنی تمرین ها
مشورت ها تشکیل کرده شده است. ورزشگاه مرکزی ناحیه کوشانیان با سبزه تر و تازه برای بازی فوتبال بسیار موافق است. لیگ نشستگاه های ورزشگاه دومی چند سال است که از نفسازی نمی شوند. در این ورزشگاه سابق دسته پروین و امروز دسته نوتاسیس کوشان مشق و تمرین کرده بازی های خانگیش را دایر می کند. فوتبال بازان دسته کوشان سال 2020 در لیگ دویومی فوتبال ویدیویتی خطلان از دیگر دسته ها پیشگامتر بوده و کسب زینه اول صاحب جام و نشانی طلایی این مسابقه گردیدند. اما موسم روان دسته زیر راهبری سیمرود زاکیروف نه آنقدر بازی خوب نشان داده ایستاده است و در زینه پنجم جدول لیگ دویمی فوتبال ویدیویتی خطلان قرار دارد. جهت رشد و نموی ورزش در قلمرو ناحیه مؤسسه مکتبی ورزشی سهمی بارز داشته، از روی 18 نمودی ورزش به نورسان و جوانان ناحیه مربیان همه روزه مشق و تمرین میدهند. رهبریت و کارمندان مؤسسه مذکور بهری باز هم بهتر گردیدن سطح ورزش در قلمرو ناحیه میان خویش مشورت ها میگذرانند تا مشکلی های در این سمت جای داشته را برطرف نمایند. قابل ذکر است که سال 2020 مؤسسه دولتی مکتبی ورزشی ناحیه کوشانیون ولایت قتلان بهترین مؤسسه ورزشی در کشور اعلان گردیده بود. دوام سالهای آخر در ناحیه کوشانیان به ساحه ورزش توجه اولین درجه ظاهر می گردد و ورزشگران ناحیه در مسابقه های جمهوریوی فعالانه شرکت می ورزند. در حدود ناحیه نمودهای گوناگونی ورزش من جمله فوتبال و گوشتین در حال انکشاف بوده، بیشتری دستاوردهای ورزشگران ناحیه در همین سمت می باشد. با امیدی باز هم روش کردن ورزش در کشورمان برنامه کشوری ورزشی من را در همین ناحیه سر اهالی ترین ولایت ختنان به انجام می رسانیم. با برنامه تلویزیونی ورزش شاد و مسرور بمانید. خیر.